سلام هموطنای عزیز، خوش آمدین به یکی از دیگر برنامه‌های شام آرزو. و آرزو دارم که عید خوب و خوش را پشت سر گذشتانده باشین، روزهایتان در کنار فامیلتان بسیار کیفناک و لذت بخش سپری شده باشه. باز هم من فرهاد رامکیستم، شما مستطیل آرزو را تماشا میکنین. در این برنامه هم مهمان بسیار محترم را همراه خود داریم، کسی که با زنهای افغانستان مشکل داره، کسی که با واژه های فارسی مشکل داره، کسی که داستان ها و قصه های زیاد داره. میخوایم شب همراهشان بحث کنیم. جناب سید ذکرالله هاشمی، استاد دانشگاه در زمان امارت، خیلی خوش آمدین جناب هاشمی صاحب. تشکر از اینکه وقت دادید، بسیار خوشحال هستم شما را. خیر ببینید، از مقدمه جنجال آمیزت زیاد تشکر. تو چه وقت دیدی که ما کدام زن افغانستان از دیم یا خدا نخواسته بی احترامی کردیم یا خدا نخواسته ما برازو چیز گفتیم؟ ای خودتان شما مردم میدیا هستین که گپ ای طرف و طرف میبرین. آل ما زنای افغانستان، خواهرای ما هست، مادرای ما هست، آل ما حرفای شما را، دخترای ما هست، حرفای شما را میخوایم که ما از کلاناشان آل حرفای شما را میخوایم بیان کنم. نه هر مرد که زن را ببینه و تاریک نشوه، اون مرد مرد نیست. چرا این حرفا را گفتید؟ اولا به صورت عموم که خداوند متعال مرد و زن پیدا کرده، در این شک نیست که باید یک جذابیت داشته باش که یکی به دیگه جذب شود. اگر نداشته باشه چرا مردم اینقدر پشتی وقتی که زن میگیره چرا میپالن؟ میپاله که مرد و زن یکی دیگر خوش کنن، با هم باز ازدواج میکنن. دیگه اگر تحریکی باشه که جذابیت باشه، در این شکی نیست. اسلام هم امیره میگه که شما برین در خانه عروس، مثلا عروس را ببینین. حتی حدیث نبی صلی الله علیه و سلم است که شما سنی سیاسر که همراهش نکاح میکنین ببینین، این بهتر بر ازی است که هم محبتتون زیاد میشه و یک امکان ازی داره که زندگیتون خوشتر بگذره. دیگه اگر این گپ در ما بینش نباشه، خب باز امکان نداره. دیگه یکی تر است که واقعیت ها را مردم پوشان میکنه، پوشانی تو میکنه که خداوند متعال در قرآن کریم میگه که شما یا قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم و قل للمؤمنین یغضضن من ابصارهن، میگه تو بگو بر مؤمنین که چشمای خود از زنای نامحرم بپوشانن، سیل نکنن سنشان. و بگو بر زنای مؤمنات، مثلا زنای مؤمنات بگو که سن مردای نامحرم نگاه نکنن. دیگه این امر که خداوند میکنه سببش این است که یک جذابیت داره که بازی کار نمیشه، اگر نه خداوند متعال چرا امر کنه؟ سلام، بسیار زیاد خوش آمدید محترم. ببخشید ما موضوع بسیار داغم داشتیم. تشکر حسیب جان، لطف کردی. جوس فوق العاده، فصل هوای گرم است، دو جوس مخصوص ترکش رستوران. لطف کردی، به خیر باشی هاشمی صاحب. یک ذره جوس دیگه آسان گپ میزنه، یک کم جوس بگیرید تا هاشمی صاحب. یکی از مجونای مخصوص ترکش رستوران، به خیر باشی، تازه و آسکریم. پیسه ایز چند است که تو نشه که باز پیسه بگیریم؟ نوشی جانتان بای بارتی ها کاملا مجانی است. تشکر، لطف کردید، بخیر باشین. سوال من این بود که رامکیسه با دختر کاکا چرا ازدواج میتونه؟ خب محرمش نیست دیگه تقریبا. چرا نیست؟ خب خداوند امیره درست که بر انسان ها فهمانده کی باید محرم شما بوده میتونه، کی محرم شما نیست. حالی آمدیم در حکم، وقتی خداوند متعال محرم بر ما نشان داده، غیر محرم نشان داده، با محرم ازدواج شده نمیتونه، با نامحرم غیری که نامحرم ما باشه با او ازدواج شده میتونه. به همین اساس نگاه به نامحرم، صحبت به نامحرم، صحبت غیر معروف، معروف او چیز است که یک خریداری بکنه، یک چیز بکنم، یا مثلا خنده یا تنها ششتن امرایش حرام گشتند. خب نه، شما یک شخص میایه، یک شخص میایه، گوش کن، من گپ مرا گوش بگید، گوش کن، ببخشید. نه نه، تو برنامه مرا کل کاملا ببین، ما برش گفتیم گوش کو که اگر انسان به این فکر باشه که من امرای از این نامحرم زن میشم، من تحریک نمیشم، این دو معنا داره. زن نامحرم باشه و تو امرایش تنها بشینی و تحریک نشوی، دو معنا داره، یا دروغ میگی یا مرد نیستی. این واقعیت است، واقعیت جالب نیست بچه، جالب نیست. ما خود نفس ببخشید ما در دفتر با همکارای خود دختر خانماز در زیر یک سقف کار میکنیم، تحریک نمیشیم، ما مرد نیستیم. گوش کو، یکی طور چیز است که بعضی چیزها را انسان اقرار نمیتونه، نمیکنه. خب واقعیتی طور است که وقت خداوند متعال یک چیز را حرام میگردانه، در واقعیتش چیز است که خداوند محرم ناروا میگردانه،
آیا تو از خداوند متعال کده بهتر هستی؟ آیا تو از رسول خدا کده بهتر هستی؟ آیا تو از فقهای اسلام کده بهتر هستی؟ وقتی که خداوند متعال میگه قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم، تو میگی نه، مثلا سیل میکنه این چیزام نمیشه. این چه معنا داره؟ ببخشید داشتم سر. نه، گوشو، رامکی سر محترم ما تو اینجا گوشو پروگرام داریم. بله. پروگرام باید مردم ما مسلمان ها هستن، الحمدلله خواهرای ما، مادرای ما، کلگی مردم هم را بر ما نگاه میکنه. ما برنامه ما باید هم تعلیمی باشه، هم تفریحی باشه، هم ثقافی باشه، هم مردم به دین خدا آگاه شوه. چرا؟ دلیلش چی از خداوند متعال چی میفرماید؟ کنتم خیر امه اخرجت للناس تأمرون بالمعروف و تنهون عن المنکر. شما بهترین امتای روی زمین هستین. از چه خاطر؟ دلیلش چی است که تأمرون بالمعروف و تنهون عن المنکر؟ شما امر به معروف میکنین و تنهون عن المنکر، او شما از منکر ممانعت میکنین. وقتی خداوند متعال تو رو میگه که قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم، تو میگی من در دفترم رایش میشینم سنش سیل میکنم، نمیشه تحریک و تحریک نمیشه. خب نمیشه، تو دیگه خلاف قول خداوند متعال هستی. شاید من مرد نباشم در کل. شما گفتید که کس تحریک نمیشه مرد. وقتی خداوند متعال تو رو میگه که تو سنش سیل نکو، از این خاطر که خطوات شیطان است، یعنی قدم های شیطان است. نگاه کردن زن نامحرم، نشستن با زن نامحرم، خنده کردن با زن نامحرم. حتی نبی صلی الله علیه و آله میگه ای ممرت نیر، الحمدلله خواهرای ما، دخترای ما، زنهای ما در خانه میشنوه. نبی صلی الله علیه و آله میگه ای ممرت، میگه هر زنی که سر خود عطر پاشید و بیرون رفت و هر کسی که عطر از زیر بوی کرد زانی است، تا لعنت سرش، میگه ملائکه تا که در خانه خود بیاد. این حدیث نبی صلی الله علیه و آله است. من نمیگم، من از خود من نیست که تو اینطور مقدمه بدی که مشکل دارم برای زنا. من مشکل ندارم، من رأی حق خداوند متعال برای کلگی بیان میکنم. این یک وجیبه است سر ما و سر تو و سر دیگه مسلمان. ما باید ایتو دفاع نبکنیم که او طور خدا نخواسته به چشم مردم خاک برزانیم، اونا را گمراه بسازیم، از راه خدا اونا را دور بسازیم، خواهرای خدا گمراه بکنیم. چه کده فلان زیت دست فلان زیت نیست. این حدیث نبی صلی الله علیه و آله آیات قرآن کریم است. ما با کلگی مردم اینمی جبر امیر بخوانن، امیر اردوش بخوان که چه معنا داره، همو حدیث بخوانه که چه معنا داره. چرا نبی صلی الله علیه و آله گپ زده؟ باز اگر تو در خلاف ازو گپ میزنی، واقعیت چی است که بازمو کس نیستی دیگه. بخیر باشه. تیر مردم افغانستان تصمیم خواهد گرفت که اگر ما طرف خانم رو ببینیم یا دختر خانم رو ببینیم و تحریک نشیم و شهوتی نشیم، ما مرد نیستیم. ما واقعا از مرد بودن خود مگذرم. اگر موضوع شهوتی و تحریکی، تو خودت زیادی چه نکو، شهوتی ما نگفته. من تو در ویدیو شما، در ویدیو شما اگر تحریک نشوی، گوش کن، اگر تحریک نشوی چرا سنش نگاه میکنی؟ اینا میجه مردو از 60 70 نفر بیا که ما تو بررسی کنیم. بیا اینا میجه میشینیم. اگر تو راست میگی، اینا میره کله کشه. اینا میجه ما تو نظر سنجی میکنیم، میگم تو که یک دختر سیل میکنی، تو راستون سیل میکنی، چه دلیل داری؟ حال یکی سیل، یکی سوال ما جواب بده. تو نمیشه، او تو ولا گه الهیت کنم. ما ری تو بگو بیا که بریم. اینا میجه نظر سنجی میکنیم، دایمو تا 1000 نفر نشسته، اینجا یک خواهر ما در پایین روان است، تو چرا راستون سیل میکنی؟ کله که برام جواب بده. اگر راستی میگی، بس سیل کردن به یک دختر خانم که از سرک عبور میکنه جداست، و خانم که در یک دفتر همراه خود کار میکنه بس جداست. اون نیاز است همراه یک دختر خانم کار میکنی، پارتنر هستی، همراه صحبت میکنی، روی برنامه صحبت میکنی و نمیشه که تحریک شوی به طرفش. گپ خراب نکو، خواهش میکنم. ما واقعیت برات میگم. اگر نه نمیجه مردا رو کلگش روی کامرا میاریم، از هر کدام جدا جدا صحبت میکنیم، قرآن هم زیر دستش میمانیم که تو چرا به صورت یک دختر سیل میکنی. اگه گفت، گوش کن، صبر کن، اگه گفت که از این خاطر سیل میکنم که کشش انسان است، مرد است، دختر بیگانه سیل میکنه، یا خوشش میاد یا بدش میاد. اگه خوشش نیاید چرا سیل میکنه؟ اینمی گلی که مرا خوش نیاید چرا سنش سیل میکنه؟ من که تو سیل کنم میگم گل است، خوشم میاد، سنش سیل میکنم. سن تو چرا سیل نمیکنم؟ همین تو 20000 توی اونجا. بخیر باشید، بخیر باشید. شما از دیر زمان با زبان فارسی مشکل دارید و هنوز هم نمیدانم که با این واژه که دانشگاه نگو. یک صحبت دیگه از همین مسائل ما، خود ما از خاطر که مردم به غلط تعبیر میکنن، من بهتر میتونم که در موردش گپ نزنه. من یک چیزی وجه نظر داشتم، نمیخوام خدا نخواسته که مردم افغانستان در این غلط چه فهمی بشه. باید تو چیزا صحبت کو که همون نتیجه خوب میدم زی برنامه ما مردم لذت ببرن. بسیار خوب. یک تصویر شما رو با وزیر مهاجرین دیدم که رفتید به ولایت زلزله زده و اونا را تا باشه کمک کنید. چقدر این کمک ها اقدار به حق بر کسایی که حقشان بود و نیازمند بودن و آسیب پذیر بودن، آسیب دیده بودن، برشان رسید؟ والله من خودم که دمی رفتان خود که رفتم تقریبا دو دفعه در سه ولایت ولسوالی
که گیان بود، ولسوالی برمل بود، ولسوالی سپیره خوست بود. ما سفر کردیم با حتی جنرالستان بود همراه ما، مردم هم بودن. حتی ما که دیدیم الحمدلله کار اوجا زیاد منظم شده بود، یعنی مواد به هر کس به خوب سیستم میرسید. حتی واقعا که اینا سیستم و همین برنامه را به این رقم برابر کرده بودن که هیچ کسی به چی کمک نمانده بود و زیاد خوب منظم روان بود. و ما از این خاطر هم دیدم که مردم زیاد تبلیغات میکردن، خب الحمدلله به اون مردمی که آسیب دیده بود بر اوزنا هر چیز رسیده بود. میرسیدم. نمیفهم دیدگاه شما چیست که دوستایی که بیرون از افغانستان نهادهای بین المللی کمک کرده، که کمک ها واقعا رسید برای هموطنان ما در ولایت های خوست؟ من خودم تصویرها هم گرفتم، ویدیو هم پر کردم، از هر مؤسسه وجه برای خود پرسنلشان بود، خودشان توزیع میکردن، حتی خودشان سروی میکردن. منتها حکومت امارت اسلامی افغانستان ترتیب او جای گرفته بودن که چور و چپاول نشوه، بی انصافی نشوه، به مردم، به هر کسی که آسیب دیده است به اونا برسه. اما توزیع را خود مؤسسات میکرد. من WFP را دیدم، کلان خیمه را در سه ولسوالی استاد کرده بود، یونیسف استاد کرده بود، چه مهاجرین بین الملل استاد کرده بود، حتی USAID همراه یونیسف اموجه چی داشتن، از طریق یونیسف کمک کرده بودند. با کس به اونا کار نداشت، مثلا قطر الخیریه وجه وجود داشت، هلال احمر قطر وجود داشت، سرمیاشت افغانستان وجود داشت، مؤسسات هلال احمر دیگه دولت ها وجود داشت، حتی IHH ترکی وجود داشت، خودشان توزیع میکرد. حتی ما همراه برادرای ترکای خود وجه عکس گرفتیم، در موجه رفتیم، دیگه کار منظم بود و خود مؤسساتی رو توزیع میکردی به دست کس نبود. بخیر باشد. هاشمی صاحب، شما همیشه در صحبتهایتان، موقفگیریهایتان در رسانه هایی که ظاهر میشد و از حکومت دفاع میکنید و اکثرا خانما را نقد میکنید و اکثرا میگید که اونا نباید کار کنن، نباید تحصیل کنن و در این موارد بیشتر شما صحبت میکنید، به خاطر از این که کرسی که فعلا به شما حکومت امارت اسلامی مد نظر گرفته و به شما رسیده، کرسی را از دست دادید؟ اول خود اتهامت باطل است. من هیچ وقت نگفتم که خانما تعلیم نکنن. ما طرفدار از این هستم، عالم میگم، آینده میگم که باید تعلیم در افغانستان خواهد شما شبه. میگید که خانم تحصیل کنه؟ گفتم، من هیچ وقت نگفتم که مانع، یعنی بالاتر از صنف 6 هم کالجش بخونه. چرا پانتون تایید میکنم؟ یک شرط است، در مابین شورای خود امارت اسلامی پیش میبره که اونا در حدود احکام شرع خداوند متعال باشه، تعلیم خانم ها یا دخترها جدا باشه از مردا، در حجاب اسلامی باشن، نصابشان نصاب متکامل باشه که هم دینی یا هم دنیوی هم اصلی باشه. ای ما طرفدارش نیست که حتی میخوایم که باید بشه. یک دو، من طرفدار چیشان هم نیستم که کار نکنن، کار بکنن. ما الحمدلله در شفاخانه ها میبینیم دکترها زن هستن، نرسا هستن، معلم های زن هستن، اینا وزارت معارف کار میکنن، داینده کار میکنن. انشالله ما حول باشه که اختلاط با مردم نامحرم نداشته باشه، هیچ مشکل هم نداره، بلکه ما میخوایم که عفت و عزت و آبروی ناموس خود که کلگی خواهرا و مادرای افغانستان کلگیش ناموس ما گفته میشه در حفظ امان خود باشه، مثل برادرای خودی افغانستان را پیش ببرن در عرصه تجارت، در عرصه اقتصاد، در عرصه تعلیم، در کار. و هیچ کس ممانعت از این نیست، اما ممانعت از این شرع خدا میشه که اختلاط باید نکنن، بازن مردای نامحرم نشینن، بازن مردای نامحرم مثلا اونا هیچی نداشته باشن، دیگه هیچ مصیبتی نیست. حجاب داشته با کی میگم این خلافش هست؟ من میگم کی گفته؟ خب بارها از شما شنیدم. نه مطلب حتی در تعلیم تو خودت در یک همراه من مصاحبه کردی، تو نگفتی، من برای تو نگفتم که من معلم گرفتم برای دخترای ما در خانه درس میدم، نگفتم برای. خور چقدر خوب، چقدر خوب، چقدر خوب، کار فوق العاده است. شما تا جوس بنوشید کم آرامتر و سردتر شاید. ما یک وقفه کوتاه میگیریم، پس از وقفه دوباره برمیگردیم تا ساعت 9 بجه ما را همراهی کنید. بازم خوش آمدین. ما در رستوران ترکش فامیلی هستیم، مجید مال، شهر نو، کابل. و اگر شما هم دوست دارید که لحظات خوش را در کنار عزیزان، دوستان، فامیلتان داشته باشین، برنامه‌ای مثل سال روز تولد و برنامه‌ای مناسبتی دیگر، پس بهترین مکان به شما ترکش فامیلیست. بیایید و از زندگیتان لذت برید. خیر، اگر هاشمی صاحب مخالفت کرد با تعلیم تحصیل، با آمدنتان به مکان‌های عمومی مخالفت ندارد.
نه ده هیچ چیز مخالفان ما چی هستیم مخالفت کنیم کس قبول میکنه کس نمیکنه. هاشمی صاحب شما در سعودی عربی درس خواندید درست؟ اشتباه نکردم این خود اتهام نیست نه. فکر میکنم اشتباه نیست نه نه چرا؟ اونجا زن و مرد یک جای درس میخواندن یا نه صنفایشان جدا جدا است جدا جدا بود؟ حتی پانتونشان هم جدا است. یک موضوع دیگه شما اج رفتید؟ بله الحمدلله شکر. چند بار؟ یک بار. در طواف کردن زن و مرد یک جای طواف میکنن؟ گوش کن در این مسائل داخل نشو که تو در مسائل شرع گوش کن آرام کیسه در این مسائل شرع داخل نشو که تو در این مسائل تو خودت معلومات نداری باز خب دیگه سوال کن میخوام از شما معلومات همزی سوال بگذار نه این برنامه دینی نیست درست مگذاریم میخوام میرم بدانم چقدر شاید خوشحال شده باشین که مجریان زن را وزارت امر بالمعروف گفتن دیگه ماسک بزنند و با ماسک روی صحنه بیان. الان نقاب خود حجاب یک چیزی وجیبه شرعی است برای خودشان خوب است. این برای ما چه کار داره ولی نسب زنا در کابل بی نقاب میگرده برای ما چه تاوان رسانده؟ اکثرا به خاطر که شما با نه مسئله شما نداره گوش کو احکام شرع خدای پاک است برای خود از شخص است. میفهمی میگه روز قیامت یک همسایه میاد یک همسایه خدا میگیره میگه از گلونش میگیره میگه تو چرا مرا به نماز نمیگفتی میگه من میگفتم تو نمیخوندی میگه نه چرا مرا به زور نمیبردی چرا جنگ نمیکردی همراه من این مسائل که هست این مسائل در شخص خود انسان مسلمان تعلق داره که روز قیامت سر ازی هم مجازات میشه هم عقاب داده میشه کسی خیر کنه ثواب خیر برش میده کسی که شر کنه خدای پاک جزا برش میده یک عالم یک ملا یک دولت اسلامی که مسلمان ها را به احکام اسلام سوق میکنه از خاطر خودش است اولا و اخیرا این تو نیست که از خاطر ما و تو است یا از خاطر از او است که تو برادر تو نمیفهمی مثلا مثال میگم اگر مردم اینجا سود میخوره حکومت بالا میشه میگه و مردم سود نخورن این تو نه که برای حکومت تاوان داره برای خود شخص تاوان داره چرا سود در دین اسلام مقدس اسلام حرام است دیگه نباید بخوره انسان سود خب هیچ چی به شخص تعلق داره که یا من خودم تلویزیون ندارم تلویزیون نگاه نمیکنم نه به خدا همین حتی به برنامه خود ندیدم من برنامه خود ندیدم یک شب یوتیوب هم مراجعه نکردید که دست در سال یک دفعه کدام موضوع زیاد مهم باشه رجوع کردم باز ولا که دیدم باشم یک این برنامه را صد در یوتیوب من میرم ندیدم یک روز در تلویزیون یک برنامه بود اونجا یک خواهر ماسک نزده بود همین چی خود داونی خدا به اصطلاح به صحیح پوشیده بود همون لحظه خود ما دیگه من به خدا نه تلویزیون دیدم نه دیگه چه رقم است اگر کرده باش خوب گپ است خوب گپ نه کرده این کار شده بله در جرگه علما شما اشتراک کرد بله از دید شما چی گونه یک جرگه بود والا از دید ما تو یک جرگه بود که ما اگر از چیش بگذریم از مسائلی که مردم در ما با این صحبت میکنه یک جرگه زیاد فراگیر افغانستان بود از هر ولسوالی افغانستان همی 365 ولسوالی از مردم بود از هر حوزه مثلا شهرها که از حوزه تقسیم شده ناحیه تقسیم شده از هر ولسوالی دو نفر بود از هر حوزه دو نفر بود دیگه واقعا یک چیزی خوشاونده ای بود که همه اقوام و همه اعراق افغانستان که زندگی میکنن به اصطلاح نمایندهشان وجود داشت از اون مردم دیگه یک فراگیر فضای عجیب و غریب بود که تقریبا 4595 نفر در یک چی شیشته بودن و ای از مختلف جای افغانستان بود برای من به این معلوم میشد که چون که همه چهره های میدیایی یک کم شهرت ما بین مردم پیدا کردن یا از طریق تلویزیون یا از طریق فیسبوک یا از طریق مغرضین یا از طریق محبین یک طرف رای افتاد دیگه من خودم که وارد میشدم و کسی سلام میداد کسی میگفت که من از فلانی جای هستم والا من طرفدارت هستم کسی میگفت که نه من در فلانی چیز امرایت مخالف هستم یعنی برای من معلوم شد که از هر نقاط افغانستان در این جرگه مردم وجود داشت یکی دو من همه ای تو اقشار بود گوش کو برامکی صاحبی شاید مردم افغانستان شاید مردم کابل به این احساس نتانند ما احساس میکنیم میتونیم این تو اقشار در مابین از اشتراک داشت که تای 20 سال اخیر یا این مردم بندی بودن یا در زندان بودن یا در جبهه بودن یا زخمی بودن یا زده بودن یا بمباری میشدن یا شبانه سر از این عملیات میشد چرا که اطراف مردم افغانستان خود زیاد آتش سوزمان 20 سال گذشتاندند دیگه یک عجیب کیفیت بود سوم نقطه زیاد مهم در مابینش این بود که در سطح افغانستان هم کلانترین علمای افغانستان که مردم افغانستان خود شاهد از این چیز هستند هم کلانترین علمایی که در علم دین خدا متخصص بودند شیخای حدیث و قرآن کریم بودند اینا مابینشان اشتراک کرده بودند یک منور جرگه بود که از خداوند متعال می‌خوایم که
نتایجش هم تو سر مردم افغانستان منور باشه. بسیار خوب. دو موضوع مرا جلب کرد به طرف جرگه. یک، میخوام دیدگاه شخصی شما را در این مورد بشنوم. میدانم که شما سخنگوی امارت اسلامی افغانستان نیستید، اما دیدگاهتان را میخوام داشته باشم. اولی که معاون جرگه گفتن کسانی که مقامات که از خارج دوباره به افغانستان میاین اونا بی حیثیت و بی عزت هستند، چقدر شما موافق هستین با این حرفاش؟ بی حیثیت خوب به این خاطر هستند که اونا خودشان بر مردم افغانستان هیچ چیز نکرده. ما اگر هر چی برشان بگیم نگیم، اعمال روز سر امارت اسلامی انتقاد میشه که چرا اینا را میاره، اینا دزدی کردن، اینا فلان کردن، دستمان کردن. یعنی خودش به غیر از اینکه امارت این چیز بگه از طرف خود مردم افغانستان برشان احترام قائل نیست. سببش این است که یاد 20 سال بر افغانستان چه خدمت کردن، خدمت یا نکردن، اختلاس اینا کردن، اغتصاب زمین اینا کردن، مثلا پیسر یا دزدی کردن، برای خود افغانستان خدمت نکردن دیگه. یعنی ما گمان نکنم مالک خودت سیل کنی همینجا در فیسبوک و در همینجا چیزا شیع کنی، همون قدر چیزایی که همون مردمی که در کابل زندگی میکنن در شهاریات، همون مردمی که زیر دستشان کار میکنه، همون قدر بد و ردی که همون برش میگه، ما نمیگیم، ما اصلا این چیزم نگفتیم. موضوع دوم از جناب مولای صاحب مجیب رحمان صحبتاش را شنیدم. چقدر شما با اون صحبت ها موافق هستین؟ کسانی که سر بلند کنه سرشان زده شود. گوش کو، دمی موضوع که هست دو موضوع داره. یکی مسئله انتقاد است، تو هم میکنی دیگه هم میکنه، کس بر تو چیز نگفته، گفتن مردم سرشار میگردی، صحیح انتقاد. یکی قدر یک... سرشار هم نمیگردی. نه همون قدر میگردی بچش که تو از یک گوشتوی داده شدن خوب از دیگه، همون گوشتوی که نباش کارت نمیشه جور. بله بله، نه اون چیز هم نیست. گوش کو، یکی انتقاد سالم است. به صورت عموم هر کس از کارهای حکومت به انتقاد سالم رو بزنه، هیچ کس برش چیز نمیگه. یکی او کسایی است که باغی گفته میشه، خوارج گفته میشه که سر یک نظام اسلامی سلا ور میداره یا به حکومت به او بغاوت میکنه یا او به مسلمان ها ضرر میرسانه. این حکم کتاب خدا است، این گپ انصاری صاحب نیست. نه گپ کتاب خدا است. انتقاد هم میکنه اونا، انتقاد نگفته، او باقی را گفته او کسایی که در ضد از مسلحانه عمل میکنن. چند سال منتقدین خب کسی چیز نگفته. چند سال شخصی دارم، در فامیل چند نفر از زندگی میکنه ایناش؟ فامیل ما خوب است الحمدلله. چند برای خودم است؟ خب نمیخندم، مورد فامیل خود صحبت کنم. از مدرک تحصیلیتان بگوین. شما در یکی از دانشگاه‌های خصوصی در زمان جمهوریت هم در کابل درس می‌خواندید، درست داشت؟ ما اول نم دوره تحصیلی خود در امارات عربی متحده خواندیم از سنف 12 تا پانتونه. حفظم اونجا کردم، لیسانس خود در ابوظبی گرفتیم. در سال 2019 که چون الحمدلله وضعیت افغانستان خوبتر شده بود، به پانتون کاردان ماستری را چی کردم داخله گرفتم. او که الحمدلله در 2021 سپتامبر الحمدلله ماستری را به سر رساندم و حتی تیسیز خودم به این نوشته کردم که ما چه رقم میتونیم که همی حکومت سابق با امریکا که همی مصیبت بر مردم افغانستان مانده، که همی مردم معتادین است که به مواد مخدر و به این چیزا روی دادن، چه رقم بتونیم هم علاج از اینا را کنیم و چه رقم از اینا هم بتونیم به حیث قوای بشری استفاده بکنیم. دیگه اونا را الحمدلله به سر رساندیم. حالا به فکر پیجری هستم. بسیار خوب. شما گفتید که موقف شما استاد دانشگاه، ببخشید استاد پانتون، معذرت میخوام، دانشگاه پانتون، فرق نمیکنه. چیزی که تو میگی دانشگاه بگو، من میگم پانتون. تو دا گپ ما اختیار نداری، ما به گپ. خخ شما حق دارید که دانشگاه بگید، هیچ مشکل وجود نداره. کی برجان گفته که مشکل داره؟ شما گفتید. نگفتید. شکر که نگفتید. نه شما هم ویدیو رو تا آخر رو ببینین برد معلوم میشه که ما چی گفتید. در کدام پانتون یا در کدام دانشگاه استاد هستید و چی درس میدید؟ پانتون افغان. ما در چی فاکولته اقتصاد استاد هستم. سلوک ایچی را به اصطلاح ارگانیزیشنال بیهاویر رو درس میدید. بسیار خوب. فرزندانتان در حال حاضر مصروف چی کار بار هستند؟ فرزندان ما یا نواسه های پدرم؟ ایت دوست ندارین در مورد فامیل تا صحبت کنین؟ چرا؟ نه مسائل شخصی بهتر است که برای خود باشه، یک خاص، یک زندگی خاص آدم داشته باشه. در دنیا یک نرم استاندارد است که چهره های سلیبریتی یا چهره های مطرح دوست داره مردم در مورد چند بیشتر بدانن. نه ما این طور است که مسائل خانوادگی باید زیاد خاص باشه. زندگی انسان ها که خاص یک
یک خصوصی داشته باشه بهتر است از اینکه که از هر چیز مردم خبر باشه. عمر خصوصیت زیاد خوش میه. خب یعنی دوست ندارید این مورد صحبت کنید؟ شاید این مورد هم صحبت نکنید که با نه صحبت نمیکنید دیگه. چرا سوال کنم؟ نه دیگه سوال کنم. مگذرم بله. سوالای خوب خوب کن. سوالای خوب خوب کنم. با دوستانتان معمولا روزهای رخصتی یا مناسبتی زمانی که فرصت می باشد و همراهشان میشینید و صحبت میکنید تنها موضوعتان مخالفت به زنا است یا نه یگان موضوع دیگه هم دارید که در کنارش؟ نه با مردم مثل تو آره مخالفت میکنم. با ما شاید صحبت شد. نه ایتور است که همی موضوع خداوند متعال چه میگه؟ یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، میگه مردم ما شما رو پیدا کردیم از زن و مرد. یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی و جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند الله اتقاکم، میگه ما شما را پیدا کردیم از زن و مرد، باز شما را ملت ها و قبائل ساختیم از این خاطر یکی دیگر را بشناسیم. فلانی کی است؟ ولد فلانی است. ولد فلانی از کدام قوم است؟ از فلانی قوم است. در کجا گزاره میکنه؟ در فلانی جای. فهمیدی؟ لکن چی گفت خداوند؟ میگه ان اکرمکم عند الله اتقاکم، این را بفهمین که بهترین شما او کسی است که از خداوند متعال ترس داره. بشه دیگه ما از زن و مرد پیدا شده ایم، مادرای ما هستند، خواهرای ما هستند، در این شک نیست که در مجالس خصوصی هر نوع زندگی دنیا یادآوری میشه دیگه، ای چه زن باشه چه مرد باشه چه مشکلات زندگی است. و زن که است خانم‌ها را ما با چشمی که اسلام برش نگاه کرده هیچ نرمی، هیچ قانونی، هیچ مذهبی که در دنیا سایر است به این اندازه به عزت به احترام به آبرو برش نگاه نکرده. بسیار خوب. ساعت که به دستتان است ببخشید هاشمی صاحب، ساعت برند است یا نه ساعت‌های عادی است؟ برند است و به چشمو که برند دست نکنیم کی دست کنه؟ خب امور خواستم بدانم. 100 افغانی قیمتش است اگه نگیری. 100 افغانی؟ نه افهم، دوستا دیدن گفتن که ساعت هاشمی صاحب ساعت‌های برند و قیمتی است. نه 100 افغانی خریدیم. نه شاید ساعت‌های ارزان با باشه. ارزان است. بسیار خوب. سر از این چیزا پول زیاد نمیدیم. چیزای زیاد چی نیست. تنها شما مهم نیست. این دیدگار دارید دیگه. نه شاید کس پیسه دار باشه بخره دیگه. بعضی از اعضای امارت اسلامی ساعت‌های قیمتی به دست دارن دیگه. مردم برشان میده دیگه. میتنه. هدیه خورد نمیشه دیگه. سوغات هر چقدر قیمتی باشه هنوز خوب است. هنوز خوب است. ما هم بر شما یک گلاس جوس لطف کردیم. زیاد خوبش بود. جوس زیاد خوبش بود. جوس ترکش همقدر خوبش است. همقدر خوشتم است. دوران نوجوانی را چگونه سپری کردید؟ بیایید از دوران نوجوانیتان قصه کنید. هاشمی صاحب. دوران از زمان قدیم پولدار بودید ببخشید؟ نه نه خواه از زمان قدیم مسکین بودم، ولی مسکین هستم. نه شما در پشت صحنه میگم که یک تجارت پیشه هم هستید. نه خیر، ما در وقت روسا خورد بودیم که پاکستان هجرت کردیم، تقریبا 10 ساله یا 8 ساله بودم، 8-9 ساله در کویته بودیم در سرخاب. باز از اوجه دبی رفتیم با فامیل دیگه. اوجه دوره ای که ما رفتم دبی 14 ساله بودم. از 14 سالگی تا تقریبا 15 و نیم 16 را من قرآن کریم را حفظ کردم. ماشاءالله. از بعد از او درس که می خواندم در تعلیم معهد اسلامی بود در شارجه، امور را می خواندم. در سن 20 سالگی امام مسجد شدم در شارجه. در شارجه. بسیار خوب. باز امام مسجد بودم تا 1999 را. 10 سال امامت کردم. باز به تجارت پرداختم. باز در 2007 پس رجوع کردم بر درس. در 2011 صنف 12 فارغ شدم. در 2017 از لیسانس گرفتم. 6 سال لیسانس گرفتم. چون مصروفیت زیاد بود، سفر زیاد بود، کار زیاد بود، دیگه کم کم درس میخوام. از پول 10 سال امامت کردید تجارت آغاز کردید یا نه قبلا هم پول؟ نه تجارت چون افغانا سبحان الله در کل دنیا مشهور هستن که یک جرأت دارن. ما در امامت بودم تجارت شروع کردم، با قرض شروع کردم. یعنی ما که وقت تجارت شروع کردم تقریبا 5000 دیادم از 5000 درهم قرضدار بودم. اون وقتی تو بود که امارت اسلامی از قندهار تا میدانشاه بود، هرات به دست اسماعیل خان بود، کابل هم به دست مسعود بود دیگه. باز ما موترا رو از اونجا شروع کردیم، موترا رو برای مردم میرساندیم، همین بارچلانی رو شروع کردیم. باز از سلسله بارچلانی همین سرمایه
کاروبار شروع شد. بسیار خوب. شما میدانید در شهر دبی زندگی کردن کار ساده نیست و حداقل ماهانه باید یک $10,000 آمریکایی عاید داشته باشید تا یک زندگی نسبتاً عادی داشته باشی. عزیزا وقفه میگیریم. پس از وقفه دوباره برمیگردیم. همراه شما را خان هستم. بازم خوش آمدین دوستان. ادامه برنامه شام آرزوست و جناب هاشمی صاحب همچنان در کنار ماست. هاشمی صاحب قبل از اینکه امارت حاکم شد و کل افغانستان، شما با کیها در تماس بودید و چی همکاری میکردید با اونا؟ خادگی یک چیزایی است که باید گفته نشود و دو سبب. یکی در مابین شاید ریاکاری بیاید. یکی. دو منی تو چیزاست که میگه منصور حلاج راز گفته بود که سرش بدار شد. دیگه بهتری است که نگویم برد. میترسید که سرتان بدار نشه؟ نه نمیترسم. شاید دیگه چیزا با چی بیاید. ترس ما خود ما ترس از بین رفته. ترس وجود نداره به ذهن ما الحمدلله. شکر که ترس وجود نداره. مسائل کاری هست. این مورد هم نمیخواید بگید علاقه من نیستید. امیدوار هستم چند عکس که برتان نشان میتم. همزی عکس ها بگذار که من زیاد چیش هستم. اینقدر دوست دارم یک بخش مهم برنامه ما عکس است و عکس های کسان را نشانتان میتم که اکثرا با اونا را یا دوست دارید یا مخالف هستید. خانم نباشه که باز جنگ میکنم اون باید. بله، به خاطر که با خانما جناب هاشمی صاحب دیدید که مستقیم مشکل دارن خانما. یعنی خانم شیپیه بارگزای چی کار دارم امروش؟ کدام مسئله ندارم امروش؟ نمیشناسمشم. نمیشناسی؟ نه. جناب وزیر مهاجرین حکومت سرپرست جناب خلیل اقانی زیاد یک فعال آدم است. بلای سر 1000 مسلکی بگرده. مسلکی غیر مخلص دیگه واقعا آدم کار است. قدر که میده و ما میگم در افغانستان زیاد کم مردم شاید بده. بیشینی امرایش تاریخ است. تاریخ چیزی اسلحه کلان کس میگه بلد است در وقت جهاد یاد گرفته. یعنی یک شخص مجاهد دلسوز وطن دوست. بسیار خوب. زیاد یک شخصیت عالی دارد. یه نزدیک است. امروش معرفیش خوشت میاد زیاد. بسیار عالی. یک خانم دیگرم نشانتان میتونم. خانم پیمان. فاطمه پیمان. فعلا نمیشناسمش. باید نمیشناسم. دروغ نمیگم. اگر افغانستان هستن. نه والا نمیشناسم. در مجلس سنای استرالیا است. خود نمیشناسم. شاید خود ما برشان شاید امروش علاقه من نباشیم. ندیده باشیم. زیاد وقتم نداریم. به خدا نمیشناسم. خداوند توفیقش بده کار نیک بکنه. شما هم میشناسید دوستانه؟ خانم فاطمه پیمانه مطمئنن میشناسید. تشکر. بخیر باشید. چند سوال کوتاه داریم و برنامه را تمام. باید پاسخ بدید سوالات رو. بهترین کشور برای زندگی فرانسه یا انگلستان؟ افغانستان. نه از این دو کشور یک کشور شد. یکشم بلاش سر اردوشان یک دیگه بزنه. بهترین پارک تفریح باغ بابر یا باغ وش؟ باغ وش 20 سال پیش رفتم پارک بابر را ندیدم بیخ. حالا دروغ نمیگم یعنی وقت نیافتیم برش. شاید 20 سالم نه باغ وش 20 سالم نه 25 سال پیش رفتم یک دفعه. شاید دیروزا مصروف هستین کاربار تان زیاد است. بخدا نمیتون بیخی امکان نداره یعنی وقت پیدا نمیشه. از بیت المال برای شما چی رسیده؟ چیزی که بر ما نه شخصی بر خودتان شخصی را صحبت. مثل چی؟ مثلا موتر، خانه، دکان، بلدینگ. نه خانه را زیدن، نه دکان، نه بلدینگ، نه موتر. یک تنخواه خو میدن برام. آل میایم سر مانه چقدر ماش میگی؟ والا چیزی گزارهی است. اگر بگویم باز مردم خنده میکنن. چقدر؟ یک چیز است. بس نمیکنم. تمام سوالات مرا با کوتا با بل نخیر پاسخ دادید. حداقل بگید که مردم افغانستان بدانند که ماش یک مامور حکومت فعلی چی مقدار است. چند است؟ یک چیز ناچیز است. یعنی من خوبه ای هستم که خداوند متعال اقتصاد مردم افغانستان، اقتصاد حکومت افغانستان خوب قوی کنه
که معاشای مردم به سطح بین المللی بالا ببره، که باز مردم افغانستان به این مجبور نشوند که به دیگر دولت ها هجرت کنند یا برای کار برند. خب یعنی نمیگه چی مقدار است. با کامپیوتر آشنایی دارید؟ بله. فرد عصبی هستید؟ والله من خودم خود اینطور معرفی نمی کنم، شاید دیگر مردم معرفی کنند، لیکن من یک چیز میگم، در صحبت های غیر منطقی غیر شرعی عصبانی میشه. پاکستان یا افغانستان به کدام یک از کشورها بیشتر زندگی کردید؟ افغانستان. خب گفتین سالها در پاکستان هم بودید. نه اوقدر در سالهای اول 4 سال بودیم، باز زندگی نکردیم پاکستان. غذای مورد علاقه تان چیست؟ بگم برات. آ قروتی. ما قروت روغن برش میگیم. قروت روغن. قروت روغن سمت غزنی؟ آ قروتی خو اصلا از همون در کابل قروتی میگن برش. آ قروتی. خود دقیقا در هرات بسیار خوشمزه است قروتی. در نه از غزنی ما زیاد خوشمزه است. خب باز از قریه خود ما زیاد خوشمزه است. قریه شما؟ پجک. چه قریه زیبایی دارید. بهترین وزیر حکومت سرپرست بجز از وزیر مهاجرین کدام وزیر است از دید شما؟ والله از ناحیه کار اگر بگیریم ما اشخاص باید مقایسه به شخصیت خودش رو قدر نکنیم، به کارش ببینیم. کلگیشان حال فعل حال کلگیشان مونده هستند زیاد. خدا عمر توفیق بده. یک نفرشان نام نمیگیرید؟ نه از خاطر که اکثریتشون اندیوالا هست. خیر ببینید. تشکر جناب آشمی صاحب که حضور پیدا کردین به برنامه ما و پاسخ دادید به سوالات ما. بعض سوالات ما رو پاسخ ندادید اصلا مشکل وجود نداره دیگه. نخواستید پاسخ بدید. و یک چیز هست، مادم آخر یک چیز براتون میگم. شما مردمی هستین که خواستن مردم میدیا. این تو مردم است که هم امکان از این داره که تفرقه را ما بین مردم بندازه و هم امکان داره که مردم ما بین مردم یک اتفاق و اتحاد پیدا بکنه. اگر ما مردم خود را سوق به افتخارات خود بکنیم، افتخارات مردم افغانستان، چی از ناحیه دین ما باشه که دین مقدس اسلام است، چی از ناحیه افتخارات جهاد ما که علیه روس و علیه امریکا کردیم، افتخارات تاریخی، افتخارات جغرافیایی، زیاد افتخارات داره افغانستان. ما میتونیم که شما از طریق شما افغانستان را یک متحد، متفق، سربلند در دنیا بسازیم. اگر پشت هر گپ ناگوار بگردین و هر گپ ناگوار زیاد گفتن مردم پوکانه و رو پف بکنین، دیگه باز گناهگار میشین. ما مدیا فراموش نکنید، ما مدیا افغانستان هستیم. ما مدیا افغانستان از تمام مدیاست. ما مدیا رو میگم. در تمام رسانه افغانستان افغانیای اصیل کار میکنه. نه خب اصیل کار میکنه. خوبی تو اصیل است که به ما صحبت های خود خدا نخواسته میشه ما بین مردم تفرقه بندازه. میشه کسی را بدیش کنه. چی تفرقه وجود داره؟ زمانی که یک مهمان هم میخواییم و سوال میکنیم در مقابل پاسخ خدا میده. خب ما در عموم صحبت میکنم. ما به این سوال های تو صحبت نمیکنم. ما عموم یک نصیحت عام گفتم. و به مردم افغانستان این رو میگم که پشتی کوشش کنن که رجوع به اسلام مکمل کنن. صحیح؟ یعنی مکمل اسلام را باید ما قبول بکنیم. و ما بفهمیم که تا 20 سال 40 سال اخیر دولت های شرق و غرب افغان ها را زیاد به چالش کشیدن، زیاد اینا را فریب دادن، حتی حکومت قبلی را، یعنی اسلحه ای که به اونا داده بودن آل آدم میخنده. 20 سال سر از اینا مسلط بودن، هیچ یک نوع اسلحه ندادن برشان که او از خود دفاع بکنن. یعنی والا اگر هر دولت سر ما حمله بکنه مجبور هستیم چریکی جنگ کنیم با ایشون. دیگه این طور است که غرب و شرق ما را فریب داده. مردم افغانستان باید اینا بفهمند، پشت قیادت خود استاد شوند. یک داعیه اسلام که ما بیمارت اسلامی به دست و به سر گرفته امرای زنا اینا را بدرگه کنند تا مردم افغانستان با عزت و با رسوخ و با افتخار در دنیا زندگی بکنند. ما با اسلحه و سلاح کار ندارم، چون کار ما متفاوت از اسلحه و سلاح. در قسمت تعلیم و تحصیل و اقتصاد و موضوعات زیربنایی در افغانستان کار شد. در همه هر چیز گوش کو، همه هر چیز که سیل کنی در اندازه ای که پول در مابینش ضایع شده او قدر کار نشده، نه در تردیم او قدر کار شده. اگر نه ما تو قریه خود میشناسیم چند تا مالی صد ولسوالی خود داره، چند تا مکتب داره، چقدر امکانات ما بیان که در امی ولسوالی ما تو خوازی یک ولسوالی هستیم. بیا که بریم در قریه ما آیا مکتب ازی است که اونا ساختن جور کردن. دیگه از من مقصدم این است که تنها دولت به علم ضرورت داره، به اقتصاد ضرورت داره، به قوای عسکری ضرورت داره، به هر چیز ضرورت داره. مهم گپی است که مردمش به بفهمه که منافع ملی ما در کدام چوکات جای میشه، در کدام چوکات باید باشه.
مثل که دیگر دولت‌ها از منافع ملی خود مرد و زنش دفاع میکنن، ما هم باید همونطور باشیم. ما ای تو نکنیم خدا نخواسته که منافع ملی خود را به دیگران بفروشیم. تشکر جناب هاشمی صاحب عزیز که دعوت ما را پذیرفتین. بخیر باشید. شکر. سپاسگزار. تشکر از شما وطندارایم که تا این دم همراه ما بودین. این بود برنامه شام آرزوی هفته که حضور شما تقدیم کردیم. تا برنامه دیگه هم شما را به خداوند میسپارم. شادی و خوشبختی به شما میخواهیم. فراموش نکنید که یگان بار به ترکیش رستوران هم سر بزنین و چقدر حرفای هاشمی صاحب جدی میگیرید یا نمیگیرید تو مربوط خودتان میشه. خدا نگهدار.